آقای پارسی، آقای روحانی میانه روه؟ هنوز نمیدونیم، باید ببینیم سیاستاش چی میشن. به خاطر همینه که یه کمی به نظرم عجیب غریبی که اصلا قبل از اینکه ایشون اومده سر کار، آقای انگل و کنگره تصمیم گرفتن که تحریم‌های تازه رو از هاوس ببرن به سنا. نمیدونیم، باید ببینیم. همین سوالی است که در تهران 4 سال پیش چند نفر پرسیدن آقای اوباما میتونه سیاست تازه‌ای رو اجرا کنه یا سیستم انقدر قویه که نمیتونه هیچ فردی تنانه میتونه این سیاست رو عوض کنه. ما هنوز نمیدونیم. از خیلی از این فرصت‌هایی که بین ایران و امریکا از دست شدن که اصلا از این فرصت‌ها استفاده نشدن. قبل از اینکه آدم ببینه اصلا فرصتی هست نیست، کاری هست که بتونیم بکنیم، گروه‌های دست راستی و تندرو از اینا جلوگیری کنه. وقتی من فکر می‌کنم خیلی مهمه که مردم ایران هم که این برنامه رو نگاه کنن بدونن که این سیاست‌هایی که آقای انگل معرفی کرد، این سیاست‌های کل دولت امریکا نیست. آقای اوباما و سیاست‌هایی که دنبال می‌کنه دنبال این نیست که قنع‌سازی کاملاً قطع بشه یا بگن که ایشون در واقع میگه که برای دوره 60 روزه 90 روزه 100 روزه قنع‌سازی رو متعلق بکنه. اینم سیاست آقای اوباما نیست. بعدش هم مهمه که وقتی ایشون میگن که میدونیم که ایرانیا برنامه سلاح هسته‌ای دارن، خود اینتلیجنس کمیونیتی امریکا کلاپرام در سنا چندین بار گفته که هم اینتلیجنس اسرائیل، اروپا و امریکا همشون موافقن که ایران فعلا برنامه سلاح هسته‌ای نداره، هنوز تصمیم هم نگرفتن که این سلاح رو بسازن، ولی هدف امریکا این است که به ایران توانایی رو نده که ایران در یک مدت کوتاهی بتونن این اسلحه رو بسازن اگر تصمیم رو بگیرن. این با سیاست یا این معرفت آقای انگل خیلی فرق داره و این نوانس های خیلی مهمی هست. طبیعتاً چه که در واقع صحبت هم شده در گزارش های متعدد آژانس این که نگرانی وجود داره نسبت به ابعاد برنامه اتمی ایران، ایران بسیاری از سوال ها رو پاسخ نمیده، امکان بازرسی از سایتایی رو فراهم نکرده، تمام ابهامات باعث شده که مجموعه نگرانی ها در عده زیادی و بخشی موارد زیادی که پنهانکاری بوده اینها طبیعتاً درسته. ولی فرق خیلی بزرگی هست وقتی دولت آقای بوش میگه که به خاطر این تاریخی که شما گفتید و به خاطر اینکه دولت ایران با آژانس خوب همکاری نکردن، ایران باید کاملا این برنامه رو ببندن. این سیاست آقای بوش ولی سیاست آقای اوباما نیست. اونا قبول کردن که در مذاکره، اگر مذاکره موفق باشه، ایران بتونه غنی‌سازی رو تا یه حدی نگه بداره، کمتر از 5%، بیشتر از 5% نه، ولی باید خیلی شفاف‌تر باشه. ولی این امکاناتی که در یک مدت خیلی کوتاهی بتونن سلاح رو بسازن و تصمیم رو بگیرن رو، این امکانات رو نداشته باشه. حتی در انتهای دوره بوش هم سیاست تغییر کرد، یعنی در اینکه دو سال آخر دولت بوش هم به دنبال این نبودن که سی برنامه به طور کل جمع بشه، ولی مذاکره هم نمی‌کردن چون حاضر نبودن. مذاکره مشروط بود. بله. ولی پرسش بر سر این هست که میشه خیلی کوتاه. آقای روحانی، شما میگید که نمی‌دونیم که ایشون میانه رو هست یا تندروه. گفتید آقای اوباما مثلا نمیدونستن، ولی آقای اوباما یه سری وعده هایی داده بود و به اون وعده ها سعی میکردش عمل بکنه با توجه به پیشینش. آقای روحانی پیشینش به شکل روشن خودش هم گفته، در همین کمپین انتخاباتیش هم گفت که من برنامه غنی‌سازی رو تکمیل کردم برخلاف اون چیزی که ادعی میگن. در موارد امنیتی مواردی بوده که ایشون در سرکوب قیام دانشجویی و موارد دیگری موضعش رو به روشنی نشون داده. شما با توجه به شناختی که از گذشته ایشون دارید فکر می‌کنید ایشون یه آدم میانه روست؟ من فکر می‌کنم که ایشون یه کسی هست که همینطور که خودشون گفته بود، گفت نمی‌خوان برنامه غنی‌سازی رو کاملاً حفظ کنن. قبلا این حرف زده، الان هم این حرف زده، در خود انتخابات هم در دیبیت هم قشنگ این حرف رو میزد. و دلیلی که این فرقی که بین کنگره و کاخ سفید هست و این فرق اینقدر مهمه این است که سیاست آقای اوباما این است که میتونن قبول کنن که ایران تا یه حدی غنی سازی داشته باشه، ولی نمیخوان قبول کنن که ایران امکاناتش رو داشته باشه که این برنامه رو یه برنامه سلاح هسته‌ای به سلاح هسته‌ای تبدیل کنه. این یه فرق خیلی مهمی هست و به خاطر همینه که حرفای آقای روحانی حرفایی هست که در کاخ سفید دارن قشنگ دنبال میکنن و فکر میکنن که شاید یه فرصتی باشه که بتونن به یک قراردادی برسن. چرا شما تو بیانیه‌هایی که نایک منتشر میکنه میگید آقای روحانی میانه روه؟ ما گفتیم که در خود کانتکست ایران، در کانتکست سیاسی ایران گفتیم که he's a pragmatic.
منظور این است که یک کسی هست که قبلا قرارداد بسته، طرفدار مذاکره هست که شما دیدید. در واقع کاندیدات هم من خودم شخصا در شادی مسابقه گفتم مادرید، ولی منظور اینه که یه آدمی هست که در اون کانتکست مادرید. اگه آقای روحانی بیاد امریکا، نمیدونم اگه اینجا بگن که مادرته به خاطر سیاست ها و فلسفه ایشون، ولی در کانتکست ایران قشنگ هم من فکر کنم مردم ایران هم خودشون قشنگ دیدن. از همه اونایی که میتونستن بهشون رأی بدن و این انتخابات آزادی نبود، ولی به همه اونایی که میتونستن رأی بدن، ایشون یه کسی بود که از همشون بیشتر مادرت یا پرگماتیک در برابر آقای جلیلی مثلا منظور. بله دیگه، این هم مهمه دیگه، خیلی مهمه، چون مخصوصا برای اون خاصی که در واقع آمریکا داره و اون چیزی که الان منعکس میشه که توقف برشیخ غنی سازی به اون شکلش هست. آقای روحانی میگه اون دوره گذشت، در کنفرانس خبری بعد از پیروزی انتخاباتش هم گفت دوره تعلیق غنی سازی گذشت دیگه، الان توی دوره دیگری هستیم. پرسش کوتاه بفرمایید، صحبت از این هست، دیروز هم در مجلس نمایندگان گفتن اعضای متعددی از جمله خود آقای رشد که آقای خامنه ای که نهایتاً تصمیم میگیره، ما این همه وقتمون رو تلف بکنیم که آقای روحانی قرار میانه رو باشه یا نباشه، اینا آقای خامنه ای هم موضعش رو روشن کرده، چرا بعد اینقدر اهمیت؟ اگر آقای خامنه ای اینقدر قدرت داره، من فکر نمی‌کنم که آقای روحانی انتخاب شده بود. دیدیم که چه این انتخابات آزاد نبودن و دیدیم که چه کاره میکردن که مردم نتونن یک فردی که بیشتر مادرت هست انتخاب کنن، ولی مردم ایران این کارو کردن. یعنی میفهمید که آقای روحانی کاندیدای مورد علاقه آقای خامنه‌ای نبوده؟ من فکر نمی‌کنم. به رغم اینکه در تمام این سال‌ها آقای خامنه‌ای خودشون رو منصوب کرده. من فکر می‌کنم سیستم سیاسی ایران خیلی پیچیده‌تره و در امریکا ما خیلی کم راجع به این سیستم می‌دونیم و به خاطر این خیلی راحته واسه نماینده مجلس بگم که فرقی نداره آخر سر آقای خامنه‌ای که همه تصمیم می‌گیره. من فکر نمی‌کنم به اون آسونی باشه، ولی چیز همه چی مهم‌تره این است که وقتی افرادی که نمیخوان مذاکره بشه، نمیخوان این مشکل حل بشه، خیلی راحت بوده واسه اونا که یه بهانه پیدا کنن بگن که ایشون هیچ کار است. چون خیلی از اونا که در واشنگتن هستن یا میگن که ایشون مادرت نیست یا میگن که هیچ کار است. خب بذار ببینیم، همیشه میخوام یه کار بکنیم که مذاکره نشه، همیشه میخوان یه کار بکنن که این مشکل حل نشه. آقای دریانی بشنویم واکنش شما رو. آقای روحانی میانه رو آقای کاندیدای مورد علاقه آقای خامنه‌ای نبوده اونطوری که صحبت میکنن؟ آقای روحانی نماینده رهبر در شورای امنیت ملی هستند. نماینده رهبر تو شورای امنیت ملی هستند. همون شورایی که مسئول پرونده اتمی هستش. چطور میشه گفتش که رهبر ایشون رو قبول نداره یا کاندید مورد علاقه رهبر نبودن؟ اگر که کاندید مورد علاقه رهبر نبودن، که یکی از 8 نفر کاندیداهایی که اجازه دادن تو انتخابات شرکت کنن که نمیتونستن باشن، که مثل آقای رفسنجانی ردشون میکردن. این یک بازی عاقلانه بود از طرف نظام که آقای رفسنجانی رو و آقای مشایی رو بسوزونن، ایشون رو به عنوان یه آدم نازنین زیبا مثل آقای خاتمی بفرستن جلو. موضع آقای روحانی خیلی مشخصه، دشمن دانشجویان 18 تیر بوده، دلنگران ندا و سهراب و ستاره بهشتی و نسرین ستوده نیست، دلنگران موسوی و کروبی نیست. در رابطه با مسئله پرونده اتمی هم ایشون خودشون در خاطراتشون، تو دوتا کتابی که نوشتن، تو مصاحبه هایی که کردن، در مصاحبه که تلویزیون جمهوری اسلامی باشون به عنوان کاندید کرده بود، پوز دادن که هدف من این بوده که بین اروپایی ها و آمریکایی ها تفرقه بندازم و ما غنی سازی رو ببریم به جلو. پس به یک همچین شخصیتی نمیشه اعتماد کرد، نه در مورد مسائل داخلی نه در مورد مسائل خارجی. ولی من مطمئنم که به خاطر اینکه دنیا علاقمند به صلحه و به خاطر اینکه ایران نفت داره، آقای روحانی و آقای ظریف که تحصیل کرده آمریکا هستن و وزیر امور خارجهشون خواهند بود و یکی از دوستان مهمان برنامه، این افراد موقعیت این رو پیدا خواهند کرد که مذاکرات با آمریکا هم بکنند. ولی همونجور که گفتم، از دید من این افراد افرادی هستند که کارنامه‌شون روشنه. ما این هنرپیشه‌ها رو قبلا در دوره کابینه آقای خاتمی دیدیم و اینا کارنامه خودشون رو روشن کردن، پاسخ ما رو دادن. یعنی میفهمید که اگر میفهمید اگه حتی مذاکره ای هم صورت بگیره، ما تقلب کردیم. بله، میفهمید اگر مذاکره ای هم با آمریکا صورت بگیره نتیجه نخواهد داشت. اینجور شما
میبینید قضیه رو؟ نه ببینید ایشون موضع خودش رو روشن کرده، constructive engagement undetectable breakout، یعنی ما میریم با اینا گپ میزنیم، خوشگل حرف میزنیم، به زبان انگلیسی حرف میزنیم، وزیر امور خارجه روی کار میاریم که تو آمریکا تحصیل کرده و از اون طرف به کار خودمون ادامه میدیم. این حرفو زده تو خاطراتش نوشته، کارنامه این شخص روشنه. آیه پارسی من بنا دوباره قشنگ مشخصه که گروهایی و افرادی که در امریکا نمیخوان مذاکره بشه، نمیدونم چرا اینقدر از مذاکره میترسن، و در ایران حرفاشون خیلی شبیه همه. دیدیم که آقای خامنه‌ای هم چی گفته بود که من بدبینم، اینجا هم همه اینقدر بدبینن. اگه همه اینقدر مذاکره بدبین باشه، مذاکره که آخه 10 سال الان انجام میشه، چیزی نیست. نه مذاکره اصلی تا حالا اصلا شروع نشده. مذاکره اصلی، مذاکره که تا این دو سه سال اخیر دیدیم نیست. هیچ مذاکره که تا حالا به نتیجه رسیده اینطوری نبوده که هر سه ماه یه روز همدیگه رو میبینن، یه بنایی میخونن، ولی واقعا با همدیگه حرف نمی. اینم خیلیش تقصیر دولت ایران که قبول نکردن که مستقیم با امریکا صحبت کنن. در دوره خود آقای روحانی هم به شکل سالها مذاکرات ادامه داشت. بله اون با اروپایی، ولی اون موقع امریکا اصلا حاضر نبود بیاد سر میز بشینه. اگه یادتونه آقای بوش که اصلا کاملا زده این بود که امریکا بیاد اونجا سر میز با ایران اون موقع بشینه. یعنی فکر می‌کنی نگرانی از این هست که آقای روحانی می‌خواد با کت خدا بشینه پای میز مذاکره، برای همین تمام فشارها رو میارن؟ ببخشید متوجهم منظورتون که آقای روحانی به دنبال اینه که با آمریکا، چون خودش قبلا گفته بود که چرا وقتمون رو با اروپایی‌ها به شکلی تلف بکنیم، بریم با کت خدا که آمریکاست صحبت بکنیم، مجبور نباشیم اروپایی‌ها تازه برن موضعشون رو با آمریکا هماهنگ بکنن. بعد نگرانی تمام نیروها که میگید از مذاکره اینه، نگرانی از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا؟ نگرانی مختلف هست. نگرانی هست در خود منطقه، مثل کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی که دیدگاهشون این است که منافع ملیشون در منطقه بهتره که ایران و آمریکا همیشه دشمن بمونن و این مشکل حل نشن. اگه هم جنگ بشه جنگ بشه، ولی بهتره که جنگ بشه تا اینکه ایران و آمریکا با همدیگه آشتی کنن. از دیدگاه اونا از همه فرصت‌هایی که دارن استفاده می‌کنن که به راه حلی پیدا نشه.